فصل هشتم. شاول جزو کسانی بود که با قتل استیفان موافقت کرده بودند. در همان روز جفای سختی به کلیسای اورشلیم شروع شد و همه ایمانداران به جز رسولان به نواحی یهودیه و سامره پراکنده شدند. گروهی از نیکوکاران جسد استیفان را به خاک سپردند و سوگواری بزرگی برای او ترتیب دادند. شاول سعی می‌کرد که بنیاد کلیسا را براندازد. او خانه به خانه می‌گشت و زنان و مردان را بیرون می‌کشید و به زندان می‌انداخت. و اما آنانی که پراکنده شده بودند به هر جا که می‌رفتند پیام خدا را اعلام می‌کردند. فیلیپوس به شهری از سامره وارد شد و در آنجا به اعلام نام مسیح پرداخت و مردم یک دل و با اشتیاق به سخنان او گوش می‌دادند. و معجزاتی را که انجام می‌داد می‌دیدند. ارواح ناپاک با فریاد از مبتلایان بسیار خارج می‌شدند و عده زیادی از مفلوجان و لنگان شفا می‌یافتند و در آن شهر شادی عظیمی برپا شد. مردی شمعون نام در آن شهر زندگی می‌کرد که برای مدتی سامریان را فریفته اعمال جادوگرانه خود کرده و مدعی بود که او شخص بزرگی است. همه آنان از بزرگ و کوچک با توجه کامل به او گوش می‌دادند و می‌گفتند این شخص مظهر قدرت همان خدایی است که قدرت عظیم نام دارد. آنها احترام زیادی به او می‌گذاشتند زیرا او سال‌های سال با جادوگری آنها را افسون کرده بود. اما وقتی به مژده فیلیپوس درباره پادشاهی خدا و نام عیسی مسیح ایمان آوردند، مردان و زنان تعمید یافتند. حتی خود شمعون نیز ایمان آورد و تعمید گرفت. و پس از آن دیگر از فیلیپوس دور نشد و وقتی آیات و معجزاتی را که به وسیله فیلیپوس به عمل می آمد می دید، مات و مبهوت می شد. همین که رسولان مقیم اورشلیم باخبر شدند که در سامره هم پیام خدا با استقبال روبرو شده است، پتروس و یوحنا را پیش آنان فرستادند. وقتی آنها به آنجا رسیدند برای ایمانداران دعا کردند تا روح القدس را بیابند. زیرا آنها فقط به نام عیسی خداوند تعمید گرفته بودند و تا آن زمان روح خداوند بر آنان نازل نشده بود. بنابراین پتروس و یوحنا دست بر سر آنان گذاردند و آنان روح القدس را یافتند. وقتی شمعون دید که با دستگذاری رسولان روح القدس عطا می شود، پولهای خود را پیش پتروس و یوحنا آورد و گفت همان قدرت را هم به من مرحمت کنید تا بر هر که دست بگذارم روح القدس را بیابد. پتروس پاسخ داد پولت با خودت هلاک شود. چون گمان کرده ای که بخشش رایگان خدا را با پول می توان خرید، تو از این بابت هیچ نصیبی نداری، زیرا دل تو پیش خدا ناراست است. از این شرارت توبه کن و از خداوند بخواه تا شاید تو را برای داشتن چنین فکری ببخشد. من می بینم که زندگی تو تلخ و زهراگین است و در زنجیرهای شرارت گرفتاری. شمعون در پاسخ خواهش کرده گفت برای من به درگاه خداوند دعا کنید تا هیچ یک از چیزهایی را که درباره من گفتید عملی نشود. پس از آن که پتروس و یوحنا شهادتهای خود را دادند و پیغام خداوند را اعلام کردند، به اورشلیم بازگشتند و در بین راه مژده نجات را به بسیاری از دهکده‌های سامره رسانیدند. فرشته خداوند به فیلیپوس گفت برخیز به طرف جنوب به آن جاده‌ای که از اورشلیم به غزه می‌رود برو. این جاده یک راه بیابانی است. او بلند شد و به طرف آنجا حرکت کرد. یک خواجه حبشی که در دربار ملکه حبشه به نام کنداکه مقام مهمی داشت و خزانه‌دار بود، برای عبادت به اورشلیم آمده بود. در این هنگام در راه بازگشت به وطن در کالسکه نشسته بود و کتاب اشعیای نبی را می‌خواند. روح خدا به فیلیپوس گفت نزدیک برو و خود را به آن کالسکه برسان. پس فیلیپوس به سوی آن دوید و شنید که او کتاب اشعیا را می‌خواند و پرسید آیا آنچه می‌خوانی می‌فهمی؟ او پاسخ داد تا کسی مرا راهنمایی نکند چطور می‌توانم آن را بفهمم.
خواجه از فیلیپوس خواهش کرد که سوار کالسکه بشود و پهلوی او بنشیند. آن قسمتی را که می‌خواند چنین بود: او مانند گوسفندی که به کشتارگاه می‌برند یا مثل بره‌ای که پیش پشم‌چینان زبان نمی‌گشاید کلامی به زبان نیاورد. بدین گونه او را حقیر شمردم و حقانیتش را نادیده گرفتند. چه کسی درباره فرزندان او سخن خواهد گفت؟ زیرا حیات او از روی زمین منقطع شده است. آن خواجه به فیلیپوس گفت: تمنا دارم به من بگو که نبی در اینجا درباره چه کسی سخن می‌گوید؟ درباره خودش یا کس دیگر؟ آنگاه فیلیپوس آغاز سخن کرد و از همان قسمت کتاب شروع کرده مژده عیسی را به او رسانید. همانطور که می رفتن به آبی رسیدن، خواجه گفت: نگاه کن، در اینجا آب هست، چه چیز مانع تعمید گرفتن من است؟ فیلیپوس گفت: اگر با تمام دل ایمان آوری، هیچ مانعی وجود ندارد. خواجه پاسخ داد: من ایمان دارم که عیسی مسیح پسر خداست. خواجه دستور داد کالسکه را نگاه دارند. او و فیلیپوس داخل آب رفتند و فیلیپوس او را تعمید داد. وقتی از آب بیرون آمدند، روح خداوند ناگهان فیلیپوس را در ربود و خواجه دیگر او را ندید و شادی کنان به راه خود رفت. اما فیلیپوس در اشدود دیده شد که در همه شهرهای آن ناحیه می‌گشت و بشارت می‌داد تا سرانجام به قیصریه رسید.